سلام میکنم به شما عزیزان خداوند. امیدوارم هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. روز دهم اختشاشات مقدس هم با موفقیت جلو رفت. هنوز مردم در صحنه هستند. مردم ایران شعارهای میدن از قبیل ما انقلاب نکردیم که به خانه بازگردیم. میخوان تا موفقیت انقلاب و نابودی سیستم فاسد ایران در خیابانها بمونن و به خونه بر نمیگردن. همونجور که گفتم میگن تا حق خود را نگیریم به خونه بر نمیگردیم. از خانه بیرون بیا و حق خودت رو فریاد بزن. وقتی که انقلاب 57 شروع شد با دروغ شروع شد، از اون صحبت های خمینی گرفته در بهشت زهرا، برق را مجانی میکنیم، آب را مجانی میکنیم، یک سری دروغ‌هایی رو خمینی همونجا گفت. برای اون دروغ‌ها همینجوری پایه‌گذاری کردن و 43 سال دروغ به مردم ایران گفتن و دروغ رو روی دروغ جمع کردن و تا ثریا می‌رود دیوار کج. 43 ساله به مردم ایران دروغ گفته شده و مردم ایران حق دارن که علیه این دروغ ها قیام کنن. امروز که دیگه like never before همه تمام رسانه ها و تمام تلویزیون ها میگن تا الان همچین چیزی سابقه نداشته. It's like never before. شلوغی های زیادی تو این 43 سال بوده ولی هیچ کدوم مثل این شلوغی نبوده. For such a time as this مجازات میدانی انجام میشه. 43 سال مردم خفه خون گرفتن، هیچی نگفتن و سیستم فاسد ایران رو تحمل کردن. یعنی الان this is the time، الان وقتشه که پایداری کنن و سیستم فاسد ایران رو از بین ببرن. میگن هدف کل نظامه. دیگه مشکل سر حجاب داشته باشیم یا نداشته باشیم، این حجاب بره نده مشکل نیست، نون داریم یا نداریم هم مشکل نیست، همه اینا مهمه ها. ولی دیگه مشکل ایران، مشکل مردم ایران نون نیست. مشکل مردم ایران و هدف کل نظامه. نظام فاسد ایران باید از بین بره. تویی که با تو هستم، تویی که هنوز پشتیبان سیستم فاسد ایران هستی، دنیا میبینه، دنیا داره میشنوه، دنیا داره میبینه چجوری شلیک میکنن به جوانها. شلیک میشه، دنیا میبینه. من هم به اعتراض به این مسئله، برای همراهی با این نهضت، یک کار نمادین میخوام بکنم. این پاسپورت جمهوری اسلامیه که من 20 سال پیش باش از ایران اومدم بیرون. میخوام این رو، قیچی میخوای، با قیچی این پاسپورت رو پارش بکنم. یک حرکت نمادین و این به کار همراهی با مردم ایران، این پاسپورت رو، پاسپورت ایران رو من پاره پارش میکنم. این پاسپورت رو من جلدش رو پاره میکنم. هیچ ارزشی، من همونجور که از شهر و خانه شما خارج شدم تمام پلهای پشت سرمو خراب کردم و دیگه هیچ وقت بر نمیکردم. پاسپورت ایران رو هم پارش کردم چون احتیاجی دیگه بهش ندارم. به پاسپورت احتیاج ندارم. من پاسپورت ایرانی نمیخوام. یک بار دیگه به تو که هنوز پا
پشتیبان سیستم فاسد ایران هستی میگم که بیدار شو. بس حمایت کردن سیستم فاسد ایران دست بردار. خیلی زود دیر میشه. اون موقع دیگه فایده نداره. پشیمانی دیگه بعدن فایده نداره. بعدن دیگه سودی نداره پشیمانی. اونقدر کج رفتی دیگه، اینقدر فاصله گرفتی از حقیقت، دروغ رو روی دروغ انبار کردی و ساختی همه چیز رو روی دروغ، تا اینکه امروز دیگه چیزی از حقیقت باقی نمونده. تو روز روشن شلیک میکنن و روز روشن رو تبدیل به سیاهی کردن. این سیستم فاسد ایرانه. حالا برگردیم به کلام خدا. بخوام راجع به کلام خدا صحبت بکنیم. توی کلام خدا دیگه برمیگردیم حالا به جریاناتی که تو کلیسا داره. الان راجع به مردم ایران صحبت کردم و هم راهی و هم دردی کردم با مردم ایران در این قیامی که بیشتر از 10 روز تو خیابون هستن و دارن علیه سیستم فاسد ایران مبارزه میکنن. جوانها دارن مبارزه میکنن، محاکمه میدانی میکنن. For such a time as this. ما لوقا هستیم و همونجور که میدونید لوقا با این عبارت شروع شده: از آنجا که بسیاری دست به تألیف حکایت اموری زدند که نزد ما به انجام رسیده است، درست همان گونه که آنان که از آغاز شاهدان عینی و خادمان کلام بودند به ما سپردند، من نیز که همه چیز را از آغاز به دقت بررسی کردم، مصلحت چنان دیدم که آنها را به شکلی منظم برای شما عالی جناب تئوفیلوس بنگارم تا از درستی آنچه آموخته اید یقین پیدا کنید. یکی از اشکالات سیستم فاسد ایران تعلیم غلط. حالا شما میخوای به اسلام عقیده داشته باشی یا نداشته باشی، سیستم فاسد ایران و دانشگاه های ایران، مدارس ایران چیزهایی را آموزش میدن که اشتباه هستن. مدارس و دانشگاه های ایران چیزهای اشتباه یاد میدن. حالا تازه میخوان امام شناسی هم تو درس ها اضافه بکنن. درس ها رو اضافه میکنن. کتاب می نویسه دیگه. کتاب می نویسه و میذاره میگه درس بخونن. چیزهای اشتباه رو به بچه ها، به دانشجو ها آموزش میدن. تعلیم دروغی. اما اینجا رسیدیم به لوقا باب 6 آیه 37. محکوم کردن دیگران. داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. محکوم نکنید تا محکوم نشود. توی کلیسا یه نفر اومد به من گفت من غیبت می کنم، من چه میدونم، هر چیزی بگی انجام میده. خودش اومده اعتراف کرده به من، میگه من همه این کارا رو انجام میدم. شبان نامحترم کلیسا، اون کشیشی که اصلا احترام سرش نمیشه، کشیش نامحترم کلیسا محکومم میکنه. محکوم نکنید تا محکوم نشید. وقتی محکوم میکنی یه نفر رو، همه این کارا رو هم داره انجام میده، ولی باز محکومش میکنی، محکوم خواهید شد. این کلام خداست، من نمیگم، کلام صریح و واضح خداونده. ایران، سیستم فاسد ایران به نام خداوند دارن جنایت میکنن. فکر کردید چجوری جنایت میکنن؟ به نام خداوند سیستم فاسد ایران داره جنایت میکنه. اینم کلام خداست، من اینا رو ننوشتم، اینا کلام خداونده. من هم معنیش نمی کنم، کاملا واضح معنیش. داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. محکوم نکنید تا محکوم نشوید. وقتی محکوم میکنی، حالا با موعظه هایی که میکنی، با صحبت هایی که میکنی محکوم میکنی،
یک روزی هم شما محکوم خواهید شد، حال خود دانی. ولی این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست، مردم ایران دیگه بر نمیگردن خونه، تا موقعی که پیروز نشدن به خونه بر نمیگردن. ببخشایی تا بخشوده شوید، بدهی تا به شما داده شود. پیمانه پر فشرده، تکان داده و لبریز در دامنتان ریخته خواهد شد، زیرا با هر پیمانه ای که بدهید با همان پیمانه به شما داده خواهد شد. وقتی میگه ما نمیتونیم بدیم، به شما هم داده نخواهد شد. و این مسئله را نیز برایشان آورد. آیا کور میتواند عصاکش کور دیگر شود؟ آیا هر دو در چاه نخواهند افتاد؟ میان تو کلیسا میگه فالو می، بیا دنبال من، بیا دنبال من، بیا تو با تو هستم، تویی که خودت پر از ریاکاری هستی، خودت جایی رو نمیتونی ببینی، چجوری میخوای بقیه رو هدایت بکنی؟ طرف 3 ماه ایمان آورده، اون وقت میخواد به من کمک بکنه. تو اول خودت رو کمک بکن که بفهمی کریستیانیتی چیه، مسیحیت چیه. هنوز نفهمیدی، هر را از بر تشخیص نمیدی، نو ایمان. وقت بخواییم به من کمک کنی. شاگرد برتر از استاد خود نیست، اما هر که تعلیم و تربیتش به کمال رسد همچون استاد خود خواهد شد. بر همین من کاملش رو میخوام، من کاملش رو میخوام. هر که تعلیم و تربیتش به کمال رسد همچون استاد خود خواهد شد. من کاملش رو میخوام. استاد من کیه؟ عیسی مسیح. چرا پر کاهی را در چشم برادرت میبینی، اما از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟ چرا میگی بیا من کمکت کنم عوض بشی، من میخوام عوض کنم، میخوام اون دمیجایی که وارد شده اصلاح بکنم، میخوام بهت کمک بکنم، قصد من فقط کمک کردنه؟ چرا پرکاهی رو در چشم برادرت میبینی؟ برادر، چرا پرکاه رو در چشم برادر میبینی، اما از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟ چرا؟ همه کار میکنی، هر غلطی دلت بخواد میکنی، آخرش هم میگی من مسئول هیچی نیستم. اول اون غلطهایی که کردی رو درستشو بکن، بعدا به بقیه کمک کن. اسم خودشون هم گذاشتن رهبران کلیسا. ای ریاکار، چرا اینقدر ریاکار تو کلیسا داری؟ چرا طرف هنوز هر را از بر تشخیص نمیده؟ هنوز نمیدونه مسیحیت چیه؟ 1 ماه تازه ایمان آورده، وقت میخواد بیاد به من کمک بکنه. تو اصلا میدونی کمک کردن یعنی چی؟ اصلا میدونی مسیحیت اصلا چی هست که بخوای تو راه مسیحیت به من کمک کنی؟ نمیدونی عزیز خدا، و نمیدونی. ای ریاکار، نخست چوب رو از چشم خود به در آر، آنگاه بهتر خواهی دید تا پرکار رو از چشم برادر بیرون کنی. کاملا واضحه
کاملا روشنه، کاملا کلیره. اول خودت یاد بگیر که اصلا چیه مسیحیت، چی میگه. من غیر از اینه، من نمیخوای راه خداوند و هدفهای خدا رو جلو بری. میگه ما هدفهای خدا رو دنبال میکنیم. خب کسی که تازه ایمان آورده هدف خدا رو از کجا بفهمه که چی هست؟ از کجا میدونه هدف خدا اصلا چی هست؟ اصلا خدا رو نشناخته هنوز که بخواد هدفهای خدا رو بشناسه. واقعا درخت و میوهش، هیچ درخت نیکو میوه بد به بار نمی آورد و هیچ درخت بد میوه نیکو نمی دهد. میوه خوب نداره، میوه خوب نداره. کسی که دروغ میگه میوه خوب نداره. از خزانه دل خودش چیزهای بد بیرون میاد. وقتی صحبت میکنه الفاظ زشت از دهنش بیرون میاد. طرف داشتم کار میکردم، منیجر اون فروشگاه بود، میگفت من نیوبورن کریستیان هستم. خب اگر شما نیوبورن کریستیان هستی، تولد تازه داری، مسیحی هستی، چرا همش فاک فاک میکنی آخر؟ یک مسیحی الفاظ زشت از دهنش بیرون نمیاد. عزیز خدا من هر درختی را از میوهش میتماشنا. میخوای بشناسی؟ میخوای افراد رو بشناسی؟ میخوای اونایی که دوروبرت هستن رو بشناسی؟ میگن که افراد خوبی کنارت هستن. من هم نجیب هستم، میخوام تحقیق کنم راجع به چه افرادی دوروبر من هستن. پولس میگفت دیگه، میگفت مردمان فلان شهر نجیب بودن، هر چی که من میگفتم میرفتن تحقیق میکردن، گوش میدادن و تحقیق میکردن. من از جوانی عاشق تحقیق بودم و تحقیق میکنم افرادی که دوروبر من هستن چه جور افرادی هستن، چه جور میوه ای دارن. هر درختی را از میوهش میتماشیم. میوه افراد چیه؟ رفتارشون. وقتی طرف خشونت داره، he act like a jerk، مجبورم مثال بزنم دیگه، چاره نیست. حالا اس نمیارم، ولی خودت میدونی، خودت میدونی چقدر بد رفتار کردی. هر درختی را از میوهش میتماشیم. از رفتار آدم ها، از نحوه صحبت کردن آدم ها میشه میوه هاشون رو شناخت. چقدر حرفاش درسته، چقدر داره چرت و پرت میگه، چقدر داره دروغ میگه، چقدر غیبت میکنه، همینا میوه های افراده. هر درختی رو از میوهش میتوان شناخت. نه از بوته خار میشود انجیر چید و نه از بوته تمشک انگور. آه شما زور بزن، تکون بده، یه درخت انگور رو تکون بده، بگو انجیر بده. نمیشه، نمیشه عزیز خدا من. حالا هر چقدر میخوای تکون بده، یک درخت انگور میوه انجیر نمیده. کس که سالها تعلیم دروغ گرفته و سالها باور کرده این دروغ ها رو، میشه اون جریان ایران. کلید بهشت رو بهشون میدن، میگن برو روی مین. باور کرده این کلید رو، باور کرده و میره خودش رو میندازه روی مین، کشته میشه. یا این جریانات ده روز اختشاشات مقدس، طرف 18 سالش نشده ها، نمیدونم چقدر، 15 سالشه، 14 سالشه، چقدرشه، لباس تنش میکنن میندازنشون به جون مردم.
این بچه چی میفهمه؟ دروغ ها رو باور کرده. شخص نیک از خزانه نیکوی دل خود نیکویی برمی‌آورد و شخص بد از خزانه بد دل خود بدی، زیرا زبان از آنچه دل از آن لبریز است سخن می‌گوید. وقتی هرچی تو دلت هست، وقتی بدی تو دلت هست، وقتی اوورفلو میشه غیبت میزنه بیرون، همینجور غیبت اوورفلو میشه، چیزهای بد تو دلت ذخیره کرده دیگه، چیزی که میزنه بیرون غیبته، همینجور غیبت گاسیپ اوورفلو میشه، چیز دیگه ای نداره که بخوای بیان کنی، تنها چیزی که داره غیبت کردن راجع به شوهرت، چیز دیگه ای نداری راجع بهش صحبت بکنی. تا این قسمت میریم تا سر هفت تمام کنیم، هفت و هفته آینده راجع بهش صحبت میکنیم. معمار دانا و معمار نادان، همونجوری که گفتم دوباره برمیگردیم به تا سریا میرود دیوار کج. چگونه است که منو سرورم سرورم میخوانید اما به آنچه میگویم عمل نمیکنید؟ چرا پدر پدر میکنید ولی به پدر احترام نمیگذارید؟ جنگ ما با نیروهای شریر در جایگاه آسمانی، آنکه نزد من میآید و سخنان من را می شنود و به آن عمل می کند، به شما می نمایانم به چه کس می ماند. اون کسی را ماند که برای بنای خانه زمین را گود کند و پی خانه را بر صخره نهاد. چو سیل آمد و سیلاب بنای خانه هجوم برد، نتوانست آنا بجنبانه. حالا شما هی تکون بده، شما تا دلت بخواد تکون بده. من زندگیمو بر پایه کلام صحیح خدا بنا کردم. حالا میدونم یه مدت سالها دروغ شنیدم و سالها دروغ رو باور کردم. بعضی چیزا اتفاق میافته تو زندگی من، اصلا تعجب میکنم چجوری من اینو ندیده بودم تا حالا، چجوری من این دروغ رو باور کردم تا حالا. زندگی من بر پایه حقیقت، رو راستی و کلام خدا بانم شده. حالا شما هی تکون بده تا دلت میخواد تکون بده. من تکون نمیخورم و بر حقیقت ایستادم، اصرار دارم به حقیقت، در عدالت و حقیقت اصرار دارم. اون که نزد من میآید و سخنان من را میشنود و به آن عمل میکند، به شما می نمایانم به چه کس می ماند. او کسی را ماند که برای بنای خانه زمین را گود کند و پی خانه را بر صخره نهاد. چون سیل آمد و سیلاب بنای خانه هجوم برد، نتوانست آن را بجنباند، زیرا محکم محکم ساخته شده. اما آن که سخنانم را می شنود ولی به آن عمل نمی کند، کسی را ماند که خانه بدون پی بر زمین ساخت. چون سیلاب بنای خانه هجوم برد، در دم فرو ریخت و ویرانی عظیم بر جای نهاد. مثل دغلوهای نیویورک، مثل دغلوهای آبادان فرو ریخت و ویرانی عظیم بر جای نهاد. ببینید چند نفر کشته شدن تو نیویورک، چند نفر کشته شدن تو آبادان، این برج‌های دغلو ویرانی عظیم بر جای نهاد. طرف رفته نیویورک با آقای رئیسی و ازش میپرسن که چرا مردم رو میکشید؟ میگه من اعتقاد دارم، من مطمئنم که راه ما بهترین راهه. حالا اگه ناراحت شدی ناراحت شد، کسی مرد مرد. We are doing this. ما این راهیه که میریم. حالا در این راهی که میریم کسی کشته شد، کسی ناراحت شد، کسی صدمه دید، I don't care.
برای مهم نیست. این راه ما مطمئنم، این راه ما بهترین راهه. حالا ناراحت شدی، ناراحت شو، مردی بمیر، اذیت شدی، زخمی شدی، دل شکسته شدی، مهم نیست. این من اشتباه نمی کنم، این راه ما بهترین راهه. حالا این وسط هر اتفاقی افتاد افتاد. این سیستم فاسد ایرانه. اما رسیدیم به هفت و هفت و هفته آینده برای به خدمت شما عزیزان مورد بررسی قرار میدیم. فقط یک بار دیگه دقت بکن چی کار کردی، مخصوصا الان for such a time as this. یه خورده فکر کن، ببین چی کار کردی. برگرد عقب، ببین چی کار کردی، چقدر دروغ روی دروغ گذاشتی، خونت رو روی دروغ ساختی، کلیسایی که ساختی روی دروغ ساختی. شما رو به فیض و محبت خداوند میسپارم، محکوم نمی کنم هیچ کس رو، فقط دارم بهت میگم که تو اگر هنوز پشتیبان سیستم فاسد ایران هستی، تو خودتو اگر پشتیبان سیستم فاسد ایران هستی، یه خورده بیشتر فکر کن. Think twice، دوباره فکر کن. در فیض و محبت عیسی مسیح باشی تا ابدالآباد.